سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و پیشاپیش متشکرم که تشریف آوردن و صحبتهای ما را تحمل میکنم. سخنرانی کردن اساسا مشکلاتی داره، از جمله دو مشکل سخنرانی. یکی این هست که سخنرانی یک سویه است، یه طرفه است و کمتر مجال به مخاطب میده که اون هم وارد صحبت بشه. و مسئله دیگری که به شخصه در سخنرانی ها همیشه باهاش مشکل داشتم، ارجاع به مراجع هست. در سخنرانی اونجور که در نوشتار و در تألیف ما میتونیم دقیقاً و شرافتمندانه نقل قول های خودمون رو ارجاع بدیم به منابع، چنین امکانی نیست مگر کسی حافظه فوق العاده قوی داشته باشه. من صحبت های امروز رو سعی میکنم خلاصه کنم و حتی الامکان به زبان ساده تر مطالب رو خدمت دوستان عرض کنم تا فرصت بیشتری باشه برای سوال و گفتگو. گفتگو هست که بحث رو روشن میکنه، بحث رو ملتهب میکنه و اساساً از همینجا من میتونم عمیق‌ترین مسئله‌ای که در متافیزیک مدرن غرب و متافیزیک پست مدرن غرب مطرح بوده از همین بحث گفتگو شروع کنم. اساساً هایدگر بحثش بحث این هست که هستی چیست؟ پرسش از هستی است. پرسش هستی پرسش تازه‌ای نیست. از زمان ارسطو و از دیرباز یکی از مباحث اصلی فلسفه هستی شناسی بوده. اما خدمت شما عرض خواهم کرد که چرا مارتین هایدگر هستی شناسی رو بعد از ارسطو، همینطور که در اوائل این کتاب هستی و زمان در همون بند یک میگه، میگه پژوهش افلاطون و ارسطو به یاری و به مدد پرسش هستی هنوز زنده مانده است. البته این که خدمتتون عرض میکنم زنده مانده است، ترجمه کلمه عبارت آلمانی است که اصلش این اتن یا هالتن هست و شاید برای ترجمه این عبارت خیلی من کلنجار رفتم. با دوستانی که در آلمان بودن با برادرم صحبت کردم، الان موقتا ترجمه میکنم به این که به مدد پرسش هستی پژوهش افلاطون و ارسطو زنده مانده است، از نفس نیفتاده است، هنوز نفس میکشه، هنوز نمرده. اتم در آلمانی یعنی نفس، یعنی در نفس مانده است، هنوز نفس میزنه. لیکن پرسش از هستی به عنوان پرسش تماتیک و موضوعی که جدن موضوع اصلی پژوهش باشه، دقیقاً پس از افلاطون و ارسطو به خاموشی سپرده شده است. و هر وقت از هستی پرسش شده، پرسش از هستنده بوده. فلاسفه از ارسطو تا نیچه هستنده یا موجود را با هستی یا وجود خلط کردند، در هم آمیختند، با هم اشتباه کردند، نیچه مشتبه کردند، دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته. فلاسفه از دیرباز پرسش از وجود کردند، اما پاسخشون متضمن پاسخ به هستنده چیست بوده است. همواره هستنده ای مثل اراده به سوی قدرت، یا اراده معطوف به قدرت به قول بعضی از دوستان، چیزی به نام اراده، چیزی به نام مناد، چیزی به نام علت العلل موجودات، آب، عدد، اراده، نفس، روح و غیر ذالک که خود موجود و هستنده هست،
اونی رو، اون آخرین خط و اون آخرین غایتی است که در پاسخ پرسش از هستی دادن. چه ربطی به گفتگو داره؟ هایدگر در تمام کارنامه فکریش روز به روز بیشتر به این نتیجه میرسه که هستی مفهوم نیست، هستی بازنمود نیست، هستی چیزی نیست که در حیطه فاهمه و عقل ما بگنجه، هستی چیزی نیست که ذهن ما بتونه بر اون محیط بشه و به عنوان یک تصور ذهنی، به عنوان یک به اصطلاح انگلیسی ها representation و به اصطلاح آلمانی فور شتلونگ، هرگز تن به تصور نمیده. اما این به این مفهوم نیست که امکان هر گونه ارتباط هستنده، به ویژه هستندهی به نام انسان، با هستی منتفیست. از زمان ارسطو تا کنون، از افلاطون بهتر هست بگیم، از زمان افلاطون، و شاید فرصت بشه به پژوهش‌های هایدگر درباره افلاطون و تفسیرهایی که از جمهوری افلاطون کرده اشاره کنیم. از زمان افلاطون تا کنون تصور و بازنمود مشخصه عمده تفکر و متافیزیک مغرب زمین بوده است. چرا؟ برای که متافیزیک مغرب زمین همواره اساسش بر من بوده، بر دیگری نبوده. به زبان ساده تر همواره به سوژه اصالت داده، نه به ما سوای سوژه. همواره چیزی به نام اگو، به نام من، جهان رو ساخته، جهان رو شناخته و جهان رو به عنوان یک دیگری فرض کرده. نمیدونم تا چه حد صحبت‌های من تونستم مفهوم رو بیان کنم. این عمق تفکر هایدگر هست که بعداً توسط ایمانوئل لویناس این مسئله‌ای که الان من عرض می‌کنم به عنوان گفتگو و مسئله دیگری در تمام متافیزیک غرب دریافت و استنباط شخصی من نیست. تمام فلسفه ایمانوئل لویناس که از شاگردان هایدگر و از مخالفان هایدگر در ضمن هست و کتابی داره به نام فراسوی هستی یا ما سوای هستی و از هستی میخواد بگذره، اینه که تاریخ متافیزیک غرب در همواره دیگری را سرکوب کرده است و به دیگری مجال گفتگو نداده است. هایدگر در دوره اول تفکرش که به هستی و زمان ختم میشه و در واقع در هستی و زمان کمال پیدا میکنه، مسئله هستی را از جانب همین من یا سوبژکتیویته بررسی میکنه. اما هایدگر معتقد است که این سوبژکتیویتی که من میگم سوبژکتیویتی نیست که از جهان جدا باشه. این سوبژکتیویتی و این من که اسمش رو دازاین میگذاره، اون سوبژکتیویتی نیست که یک طرف باشه، جهان خارج هم در یک طرف و بین اینها یک دیوار فاصله انداخته باشه، به طوری که جهان خارج ابژه یا آبژکت یا به قول آلمانی ها گگنشتند یا برابر ایستای ذهن من قرار بگیره. این هستی انسان یا سوژه انسان در هستی زمان سوژه است که پیشاپیش و از زمانی که ابتدای دیگری بر اون فرض نیست خود در جهان است. این مضمون اصلی هستی زمان هست. هستی و زمان کتابی است که تقلا میکنه تا از این سوبژکتیویته و از این من انگاری که سلطه داشته در تا
تاریخ 2500 سالی تفکر غرب نجات پیدا کنه. دوره دوم تفکر هایدگر که پس از هستی و زمان است، دوره است که خودش اون رو به نام دوران کیر یا گشت یا به اصطلاح بعضی از اساتید و دوستان چرخش فکری هایدگر نامیده میشه. مقصود از چرخش فکری هایدگر یک نوع فرض کنید تغییر کیش، مثلا مثل تولستوی یا ویتگنشتاین نیست که دفعتا بگه هر چی تا کنون گفتم همه باطل هست و حرف خودم رو پس گرفتم و آغازگاه دیگری شروع کنه، یا به مثل فرض کنید اونها دوستانی که آشنایی دارن با تغییر کیش لئون تولستوی نویسنده روسی، یا کسانی که یک مرتبه هر آنچه رو تا کنون گفتن برباد میدن. یک نوع تغییر جهت هست. هایدگر همواره پرسش اساسیش پرسش از هستی است. در هستی و زمان این پرسش رو از ره گذر و از معبر هستندهی که ما باشیم آغاز میکنه. بعد از هستی و زمان به تدریج به غلط یا درست، درست یا غلط، در اینجا ما غرضمون فقط نقل اعتقادات و آرا و اندیشه هاست و نقد اون رو فعلا موکول به بعد میکنیم. بعد از هستی و زمان کم کم از مبدئیت این من یا سوژه فاصله میگیره و کم کم به این اعتقاد میرسه که تفکر اساساً و هستی نیرویست که خود از جانب خود ما را مخاطب قرار میدهد. تفکر نه آنیست که ما بر اون احاطه داشته باشیم. تفکر به اصطلاح ما رو دنبال میکنه، ما رو میگیره، ما رو فرا میخواند، ما رو به خود فرا میخواند. این به زبان خیلی ساده و خلاصه من دوره فکری هایدگر و عمق مسئله رو خدمت دوستان عرض کردم. ببینید پس از جنگ جهانی دوم و مسائل سیاسی که پیش میاد در جنگ، فلاسفه متوجه این مسئله میشن که چگونه در کنار مدنیت و پیشرفت غرب شرارتی بروز میکنه که یک شرارت کاملا بی سابقه و وحشتناک و تکنیکی شده هست. این مسائل از جمله ایمانوئل لویناس که خودش یکی از قربانیان اردوگاه های آدمسوزی هیتلر هست، این مسائل جدن متفکران را، فلاسفه را به اندیشه وامی داره که چگونه انسان ممکنه شرارت رو به اون حد برسونه، چگونه این من ممکنه به اون حد گسترش پیدا کنه که تمام جهان و مافیها رو همچون آلت و وسیله مومبار در اختیارش بگیره، اونگونه که فرض کنید هیتلر فکر میکرد یا موسولینی فکر میکرد یا فاشیستا فکر میکردن. این مسائل واقعا از یک طرف روی انستیتو پژوهش‌های اجتماعی در آلمان یعنی مکتب فرانکفورت تاثیر میذاره، از یک طرف فلسفه قاره‌ای که نمایندگانش کسانی مثل سارتر، مرلوپونتی و تا حدی ایمانوئل لویناس، سیمین دوبوار و آلبر کامو و اینها هستن. واقعا مسائل بعد از جنگ یک پرسش هایی رو تازه میکنه. نمیشه گفت که این پرسش ها به علت جنگ به وجود اومده. جنگ علت این پرسش ها نیست. این پرسش ها از عهد ایوب در عهد عتیق وجود داشته. شما اگر کتاب عهد عتیق یا همون بایبل رو باز کنید، قسمتی که
بوک آف جاب هست به انگلیسی یا سفر ایوب یا کتاب ایوب هست، این بخش از عهد عتیق رو بخونید. من شما رو نمیدونم، اما خود من برای اولین بار که سفر ایوب در عهد عتیق رو خوندم اصلا دگرگون شدم و یک کتاب نوشتم به نام یادبود ایوب. در تحقیق میکردم راجع به یه مسئله دیگه، در حین تحقیقات نیازم افتاد که یه مراجعه‌ای به عهد عتیق کنم، رفتم و سفر ایوب رو خوندم. سفر ایوب که خوندم اصلا هرچی خوندم تحقیقی که میخواستم کنم برباد رفت و جهت فکری من عوض شد. یک درام واقعی از طغیان انسان، از اعتراض انسان نسبت به محدودیت‌ها، مظالم و شرارت‌هایی است که فلاسفه‌ای مثل هگل، مثل لایبنیتس و دقیقاً همون فلاسفه‌ای که فلاسفه روشنگری یا مدرنیته معروفن، هر کدامشون گوشه‌ای از فلسفه‌شون رو اختصاص دادن به مبحثی به نام تئودیسه. تئودیسه رو زیر سوال می‌برند بعد از جنگ، به ویژه آدورنو، و نهایتا این مسئله که تاریخ متافیزیک غرب همواره یک تاریخ من انگار و سوژه انگار بوده و سوژه رو محیط و دایر مدار همه چیز کرده، اون کوگیتوی دکارتی، اون من می اندیشم کوگیتو ارگوسوم یا من می اندیشم پس هستم، این فقط مبدأش از دکارت نیست. دکارت تاریخی رو شروع میکنه که خود این تاریخ در زمینه تاریخ دیگری است که از ارسطو شروع میشه. اساس قضیه، مسئله و موزل اصلی قضیه این نیست که به طور تئوریک هایدگر یا ایمانوئل لویناس یا کارل یاسپرز دنبال این هستن که هستی که ما اصلا هیچ مفهومی ازش نداریم و صرفا برای ما لفظ هست چه نوع تعریف آکادمیکی میپذیره. بحث یک بحث ملا لغتی و یک بحث مدرسی نیست. اساسا این کتابی رو من آوردم همراه خودم که گفتم فرصتی اگر شد بر اساس این کتاب دورانهای فکری های دیگر رو بگم. کتابیست از والتر بیمل، از انتشارات معروف به رو 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 در آلمان. والتر بیمر از شاگردان خیلی نزدیک هایدگر بوده، از فیلسوفان خیلی، از دوستان هانا آرنت هست. ایشون می‌نویسه شهرت مارتین هایدگر قبل از اینکه این به صحبتم ربط پیدا می‌کنه، چند لحظه اجازه بدید، شهرت مارتین هایدگر قبل از هستی و زمان شروع شد. علتش این بود که فلسفه آلمان مرده بود. فلسفه آلمان در فیلسوفان نوکانتی و بحث‌های مدرسی به طور کلی در مباحث پیرانه و فسیل شده در حال احتضار بود. یک مرتبه به اصطلاح در محیط دانشگاه آلمان چه افتاد که یک نفر پیدا شده که روش تدریسش و نحوه بیان سخنانش چنان هست که تفکر رو دوباره برمی انگیزه، نه به عنوان چیزی جدا از عمل، بلکه تفکر به عنوان یک شور، خود تفکر به عنوان امری شورانگیز، امری که خود عین عمل و عین رخداد هست. بنابراین وقتی که مسئله هستی در فلسفه هایدگر مطرح میشه، صرفاً این مسئله دنبالی یک الهیات عرض شود که پدانتیک و تعلیمی و ملا لغتی و حفظی که یک عده بی ارتباط به مسائل زمان و مسائل تاریخ در کنج عافیت نشستن و خودشون رو سرگرم این مباحث کردن نیست. هانا آرنت و والتر بیمل شهادت میده که هایدگر یک مرتبه تفکر رو به یک شور تبدیل کرد، یعنی تفکری که دانشجویان تصور میکردن از زندگی جداست
و اون موقع هم در آلمان به ویژه فلسفه های معروف به لبنس فیلوزوفه فیلوزوفی مثلا ویلهلم دیلتای، کایزرلینگ، لودویگ کلاگس، اینا نمایندگان یک جریان فلسفی بودن که حیات رو اصالت میداد و اینا دنبال فکر نیچه، میدونید که نیچه به زندگی به حیات اصالت میده، اصالت که احترام میذاره ستایش میکنه و تفکر به عنوان یک امر پوسیده، یک امر فسیل شده و از دور خارج شده تلقی میشد. پرسش هستی رو به گونه مطرح میکنه هایدگر که یک پرسش شورانگیز، یک پرسشی که به ما مربوط هست، یعنی ما چه بدانیم چه ندانیم هستنده هستیم که گشوده بر هستی هستیم. تمام بحث هستی و زمان شاید چکیده در این مطلب بشه. انسان حیوانیست، حیوان صرفا حیوان ناطق نیست، انسان حیوانه به اضافه یک صفتی که به حیوان اضافه شده نیست. انسان موجودیست گشوده بر هستی، گشوده بر جهان، گشوده بر کائنات، و جهان یک موضوع خارجی و بیرونی که موضوع تفکر انسان باشه و شما بتونید یک لحظه این رو به عنوان موضوع اتخاذ کنید، فراچنگ بگیرید و لحظه دیگر اون رو رها کنید، نیست. ما در هستی شناوریم و ما مبدئیت خودمون صرفاً سوژه و من و اگوی خودمون نیست، یک مبدع دیگری داریم. این پرسش مسئله غامض فیلسوفی است که شروع کارش در واقع از مدارس الهیات بوده و خودش توضیح میده در یک مقاله که خلاصه این مقاله رو در همین کتاب نوشته، در مقاله به نام Mindwake in the Phenomenology یا راه من در پدیدارشناسی. شروع تحصیلات آکادمیک خودش رو در سال 1909 در دانشکده الهیات دانشگاه فرایبورگ میدونه، یعنی کسی بوده که الهیات میخونده، از الهیات وارد فلسفه شده، همچنان که هوسر از ریاضیات وارد فلسفه شده و همچنان که کارل یاسپرز از روانشناسی وارد فلسفه شده. ببینید یک جوش و خروش ایجاد میشه در زمانی که علم داشته یک کتاز میدان میشده و نوکانتی ها هم با یک نوع اصالت علم این مسئله رو تایید میکردن، یک عده از فلاسفه یک علمی رو رها میکنن و به طرف فلسفه میان. فلسفه دوباره با پرسش از هستی انسان و اگزیستانس انسان احیا میشه. هایدگر از الهیات شروع میکنه و میگه در مدرسه الهیات، موقعی که من الهیات تحصیل میکردم، در کلاس ها شرکت میکردم، یک کتابی روی میز من سرید و اون کتاب پژوهش‌های منطقی حالا ترجمه میکنم، یا بعضی ها گفتن بررسی های منطقی، از ادموند هوسرل هست. کتاب پژوهش های منطقی اولین کتابی است که در کارنامه فکری خودش از تأثیر این کتاب بر خود خبر میده. چرا این کتاب روی میز من آمده؟ این پرسشی است که در مقاله راه من در پدیدارشناسی مطرح میکنه. میگه برای اینکه قبلا در نشریات مجلات من شنیده بودم که هوسرل شاگرد فیلسوف دیگری است، متأثر، معذرت میخوام، هوسرل شاگرد متأثر از فیلسوف دیگری بوده به نام فرانس برنتانو. فرانس برنتانو کی بوده؟ فرانس برنتانو یک فیلسوف نسبتاً گمنامیست که بسیاری از فلاسفه و جریانهای فکری نامدار پرورده مکتب اون هستند و هنوز ما در
زبان فارسی هیچ اثری از فرانس برنتانو رو به فارسی ترجمه نکردیم. روانشناسی گشتالت سرنخش در مکتب برنتانوست. مکتب فلسفه تحلیلی حتی بعضی معتقدند سرنخش در مکتب برنتانو هست. تئوری ابژه های الکسیوس ماینونگ اگر آشنا باشی که از جریان های فکری مهم در فلسفه علم بوده سرنخش در مکتب فرانس برنتانو هست. از جمله کسانی که حتی زیگموند فروید که بنیانگذار و پدر پسیکوآنالیز هست 2 سال به طور مستمع آزاد در مکتب فرانس برنتانو حضور پیدا می کرده. بوسر کتابی رو هایدگر متوجه میشه که هوسر متأثر و شاگرده، الان دقیقا عرض میکنم یه لحظه از خاطرم رفته بود، شاگرد فرانس برنتانو بوده. فرانس برنتانو یک مغز واقعا بسیارگانه و چند جهته بوده، یعنی هم در فلسفه هم ارسطو شناس بوده، هم منطق شناس بوده، هم روانشناسی توصیفی. قبل از فروید روانشناسی توصیفی بنیانگذارش فرانس برنتانو هست. در ضمن کتابی می‌نویسه که هایدگر به این کتاب اشاره می‌کنه به عنوان اثری که فوق‌العاده روش تأثیر می‌گذاره. من دیدم که این کتاب عنوان و تیترش به غلط ترجمه شده. معذرت. این کتاب رو مثلا ترجمه کردن معانی متعدد موجود به نزد ارسطو، یا معنی چندگانه موجود به نزد ارسطو. ببینید اصل آلمانیش اینه هست و پوزشم میخوام که کلمات آلمانی میخونم، ولی این واقعا بد نیست که این عنوان ترجمه دقیقش رو الان با آلمانی بخونم ترجمه کنیم. Von der Mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles. یعنی در باب معنا، معانی نه، در باب معنا بدویتونگ اونایی که یکم آشنا با آلمانی دارن به اگر میخواست بگه معانی جمعش بس میگه بدویتونگن. در باب معنای منیفخن هم صفتشه، معنای چندگانه چی؟ زیندن یعنی موجود. کسانی که ترجمه کردن معنای چندگانه وجود، معنای چندگانه هستی، که اکثرا من اینجوری دیدم، به ندرت دیدم کسی ترجمه کنه مثلا معنای متکثر موجود، اکثرا ترجمه کردن وجود. و این مسئله دقیقی است، موجود با وجود تفکیک شده هست در مکتب فرانس برنتانو. این به هر حال رساله است از برنتانو که هایدگر رو تحت تأثیر قرار میده و توجهش جلب میشه به این که از بین این معانی متعدد که غالبا فرانس برنتانو تحت تأثیر ارسطو برای موجود قائل میشه، این کدام معناست که معنای اصلی است و اون رشته تسبیح که معانی دیگر گرد اون میچرخند. بعد از این عرضم به حضورتون رساله توجهش به مسئله هستی در مکتب برنتانو و شاگردان دیگر مکتب برنتانو جلب میشه و به اثر دیگر اشاره میکنه، از یک به اصطلاح حکیم علم اصول یا همون دوگماتیک، البته دوگماتیک نه به معنی جزمندیشی و جزمگرایی، دوگماتیک یک علمی بوده در الهیات که یک اصول اولیه غیر قابل انکار و غیر قابل تردیدی که خودشون مبنای سایر اصول بوده، مبنای سایر مباحث بوده، درباره اون اصول بحث میکنه. کارل برایت یک استاد خیلی کاتولیک متعصبی بوده، رساله اون داره به نام درباب هستی، خلاصه هستی شناسی یا زبده هستی شناسی. هایدگر میگه در وقتی که من الهیات میخوندم
اگه دردی داشتم احساس میکردم الهیات من رو قانع و متقاعد نمیکنه، این درد این بود که هستی چیست؟ ما در الهیات بحث خدا میکنیم، اما وقتی میگیم خدا هست، این هستی که به خدا نسبت میدیم خود چیست؟ رساله کاربرایت یعنی اون زبده هستی شناسی هایدگر توضیح میده که یک نقل قولها، قسمت عمدش نقل قولهای متونی از ارسطو و توماس آکویناس و سوارز و اینها بود، ولی یک چیزی من ازش فهمیدم و اون تقابل فلسفه مدرن یعنی شلینگ و هگل با الهیات اسکلاستیک یا الهیات مدرسی، و این برای من جالب بود چون جزمندیشی الهیات مدرسی مرا خرسند نمی کرد، همیشه یک چیزی در اون کم بود و یک کشمکش بین الهیات و فلسفه در وجود من بود و این کشمکش همینطور در وجود من در غلیان بود تا اینکه در سال 1916 رو در رو برای من دست داد که با خود ادموند هوسر مواجه بشم. از این پس هایدگر یکی از شاگردان بنام و اجازه بدید بگم شاگرد ناخلف در این حال فرزند ناخلف پدیدارشناسی هوسرل میشه. در این حال که پدیدارشناسی هوسرل رو به دقت و یکی از تیزوشترین و با استعدادترین شاگردان مکتب هوسرل بوده، این پدیدارشناسی رو در هستی زمان کلن زیر رو میکنه. هستی زمان در واقع یک پاسخی است پدیدارشناختی، از همون راه پدیدارشناسی به نقایصی که در کتاب پژوهش‌های منطقی هوسرل وجود داره. من در این وقت باقی مانده برای که راه میونبر بزنم از قسمتی از هستی و زمان بهره میگیرم، چون واقعا کتاب هستی و زمان کتابی که بشه خلاصه و فشردش کرد نیست. کتاب هستی و زمان کتابی است که اساساً پرسش از هستی یا زاینس فراگ است. منتها از همون آغاز نویسنده میگه قصد ما، آهنگ ما، پرسش به پاسخ به پرسش هستی است به طریقی انضمامی در افق زمان. شاید یه قدری این بیان من پیچیده است. این که هستی چیست نمیخواد با لفظ بیان کنه، میخواد به نحو انضمامی. به نحو انضمامی در پدیدارشناسی یعنی اینکه چیزها خودشون رو نشون بدن. در پدیدارشناسی خود نشان دهندگی چیزها جای خودش رو به اون استدلال و برهان مفهومی فلسفه قدیمی میده و پدیدارشناسی این خود نشان دهندگی رو میگه برهان پدیدارشناختی. برهان پدیدارشناختی بر این هست که یه چیزها مجال بده تا خود از جانب خود را نشان بدهند، و این تعریفی است که در واقع در این کتاب از پدیدار میشه. پدیدار برای هوسرل این نیست. پدیدار برای هوسرل اون نخستین تصویری است، داده آگاهی است که بدون هیچ استدلالی به همون نحوی که کوگیتوی دکارت، اون من دکارتی برای دکارت با وضوح و با تمایز مشهود بود، پدیدار هوسرل هم همون داده اولیه آگاهی است که به همون نحو بر ما کاملا مشهود و عیان و بی نیاز از هر گونه تن به هیچ گونه شک نمیده. شمشیر شک به اصطلاح درش تأثیر ناپذیره. در مقابل هر گونه تردید، در مقابل هر گونه انکار رو این تن هست. دکارت این رو در 300 سال قبل از هوسرل پیدا کرد و در این حکم اعلامش کرد: کوگیتو ارگو سوم، من فکر میکنم پس هستم. گفت من به همه چیز، به جامعه خودم، به لباس خودم، به عینک خودم، به میزی که جلوم هست میتونم شک کنم و میتونم نبودنشون رو مفروض بگیرم، اما به این که دارم شک میکنم دیگه نمیتونم شک کنم.
به فکر خودم نمیتونم شک کنم. پدیدار هوسری یک چیزی شبیه اون کوگنیتوی اولیه دکارت، اما پدیدار برای هایدگر از ذهن فراتر میره، شامل هستی و شامل تمام جهان میشه به نحوی که از پنهانی بیرون بیاد. پدیداری که هایدگر میگه چیزی نیست که از آغاز پیدا بشه، بلکه چیزی است که پدیدارشناس باید گام به گام حرکت کنه و پرده ها و حجاب های مختلف رو برداره تا پدیدار خود را نشون بده. این راه یعنی برداشتن حجاب از آنچه پوشیده است، به نحوی که امر پوشیده خودش بدون مدخلیت ذهنی ما خودش رو نشون بده. هایدگر اسمش میذاره پدیدارشناسی هرمنوتیک، و روش این کتاب هم روش پدیدارشناسی هرمنوتیک است. با این روش حالا میخواد پرسش از هستی رو پاسخ بده. برای پاسخگویی به پرسش از هستی، از هستی نمیتونه شروع کنه، چون پدیدارشناس ادعای بزرگی داره: من باید از چیزی شروع کنم که یک سرنخی در دست من باشه. چیزی که هرگز فراچنگ نمیاد مثل هستی، من نمیتونم نقطه آغاز خودم قرار بدم، بنابراین باید از یک هستنده شروع کنم و از معبر اون هستنده، از وجود اون هستنده، از وجود اون موجود، از وجود این فرض کنید لیوان آب، من به این یک موجوده، از وجود مقید این لیوان آب به هستی، به ماه و هستی، یا وجود به ماه و وجود، یا وجود مطلق راه ببرم. وجودی رو که هایدگر معرفی میکنه وجود خود ماست. اما اجازه بدید عرض کنم که هایدگر طرح مسئله رو طوری میکنه که این انتخاب یک انتخاب دلخواسته و به میل خود من و تصادفی نبوده که قرعه بندازم. این انتخاب چیزیست که خودش رو بر من تحمیل کرده. انسان تنها موجودیست که در هستی و زمان بحث میشه از حیث هستی شناختی، از حیث اونتیک یا هستومندی، و از حیث اونتیک اونتولوژیک هستومندی هستی شناختی مقدم بر هر موجودیست برای پژوهش هستی. چرا؟ برای تعریف ذاتیش این هست که انسان موجودی است که دارای اگزیستانس هست. اگزیستانس یعنی از خود برون ایستادن، یعنی گشوده بودن بر عالم، گشوده بودن بر هستی. تنها موجودی است، موریانه و اسب و فرشته و حتی خدا از دید فلسفه اگزیستانس موجوداتی هستند که جز آنچه هستند نمیتوانند بود. هرچند ساختار فرض کنید لانه مورچه ها و موریانه ها بسیار پیشرفته و شگفت انگیز است، ولی از میلیون ها سال تا پیش تصرف و تغییری که به اراده موریانه بشه درش صورت نگرفته. ولی انسان سنگ آتش زنه رو به نیروی اتمی تبدیل کرده. این تمدن، فرهنگ، مبدأ و بنیادش از اگزیستانس، یعنی توانایی از خود برون ایستادن انسان هست. به این دلیل این هستنده قابلیت این رو داره که در پژوهش هستی معبر و رهگذر قرار بگیره. مابقی کتاب هستی زمان صرف توصیف پدیدارشناسی مقومات هستی، خصوصیات هستی، انواع هستی، هستی اصیل، هستی نااصیل، هستی از حیث زمانمندی و غیره میشه که به هیچ وجه واقعا در این مجال کوتاه امکان نداره که اینها رو بیان کنیم. اساسا هستی و زمان کتابیست در 83 بند، هر بند عنوان داره، هر مضمون هر عنوان دقیقاً خار تحدید شده است و خارج از تیتر و عنوان هر بند ازش خارج نمیشه، و من به شخصه هیچ گونه امکان تلخیصی و امکان خلاصه سازی که تجاوز به متن نباشه
سراغ ندارم و در قدرت خودم نمیدونم. البته مطمئن هم نیستم که تا اینجا تجاوزی به متن و ایده و فکر مارتین هایدگر نکرده باشم. هایدگر پس از هستی و زمان، همونطور که عرض کردم، آثار دیگری می‌نویسه که این آثار کم کم مبدئیت سوژه رو نزدیک به همون چیزی می‌کنه که امانوئل لویناس میگه. من سخنان خودم رو ترجیح میدم باز با یک میون دو نکته دیگه که شاید نکات رهگشایی بوده باشه خاتمه بدم. یکیش اشاره به یک مقاله است به نام خشونت و متافیزیک از ژاک دریدا. ژاک دریدا در مقاله خشونت و متافیزیک با امانوئل لویناس درگیر بحثی میشه که بهش میگه آقا تو به هگل و هایدگر نسبتی میدی که دقیقاً برخلافش هست و میگی اینها در فلسفهشون غیریت رو سرکوب کردن و حالان که هم هگل و هم هایدگر هر دو اصلا مبدأ و مسیر حرکتشون غیریته. خب هگل رو دوستانی که آشنا هستن، اصلا دیالکتیک هگل بر این مبناست که هیچ چیز مفهوم نخواهد شد مگر در آینه غیر. در همون آغاز به اصطلاح فنومنولوژی دس گایستس یا پدیدارشناسی روح، اون مثالی که هگل میزنه، مثال غنچه‌ای که گل میشه و گلی که میوه میشه، مسئله دیالکتیکی که بعدها به وسیله مارکس و هگلیان چپ بیشتر به صورت این دیالکتیک سپایی تز و سنتز و آنتیتز در میاد، در خود هگل زیاد تأکیدی بر این به اصطلاح سپایی بودن دیالکتیک نیست. البته هست، درسته تشخیص مارکس، ولی برجسته نیست و اصلا تقابلی نیست بین غنچه و گل، تقابلی نیست، ضدیتی نیست اونجوری که در مارکسیسم هست. گل غنچه رو در واقع در خودش محو میکنه و در این حال رفع میکنه و در این حال حفظ میکنه. برای این هگل یک واژه واقعا سمعنایی دوستانی که آشنا هستن در زبان آلمانی به کار میبره که هم معنای رفع، هم حفظ و هم به اصطلاح هم محو، هر سه این معانی رو برسونه. دیالکتیک هگل اساساً از کجا شروع میشه؟ اصلا پدیدارشناسی روحش از ادراک حسی شروع میشه. آغازین صفحه پدیدارشناسی روح هگل ادراک حسی. ادراک حسی یعنی ادراک بیواسطه حیوانی با حواس. هگل هنر رو خار میداره، حتی هنر کلاسیک که به نظرش خیلی بالا و هنر متعالی هست، از نظر هگل هنر نسبت به فلسفه خار هست، پایین تر هست، مادون هست. چرا؟ برای که میگه هنر در پایه و اساسش این به اصطلاح ادراک حسی بلاواسطه هست و حال اینکه هیچ چیز در عالم تکامل پیدا نمی کنه مگر از طریق وساطت با امر دیگری. ادراک حسی با ادراک حس، وقتی که ما ادراک حسی داریم، تنها به وساطت آگاهی است که ادراک حسی ما به مفهوم تبدیل میشه. بنابراین ژاک دریدا، البته با بیانی که من عاجزتر از اون هستم که بتونم با اون قوت بیان ژاک دریدا مطلب رو بیان کنم، ژاک دریدا میگه اساس فلسفه هگل این نیست که غیریت رو کشته آقای امانوئل لویناس، بلکه برعکس، غیر در فلسفه هگل اساس حرکت دیالکتیکش است. در مارتین هایدگر به ویژه در دوران متأخرش این غیریت هستی بسیار مورد تأکید قرار میگیره و میگه من دنبال یک چیز مطلقاً غیر هستم، اسمش رو میذارم هستی، اما این هستی با واژه هستی که ارسطو مراد میکرد و با واژه هستی که در تمام طول تاریخ فلسفه مراد میشده هم معنا دقیقاً نیست. به این دلیله که کشمکش ها و چالش های برانگیخته، یه عده میگن هایدگر ملحده، یه عده میگن نه این هستی همون خداست، همون صدای غیری، امر مطلقاً غیریست که هایدگر اون رو به سوی خودش
فرا میخوانه. این مسیر فکری پرشور هایدگر از دوران محصلی تا واپسین لحظه های عمرش طی میشه و خودش در وصیت نامش میگه که پرسشگری و تفکر اساساً یک راه هست، تفکری که به دنبال نتیجه باشه از پیش تفکر نیست، تفکر چه بسا در راه به این نتیجه برسه که خودش غلطه و راهش رو عوض کنه. و وصیت میکنه که مجموعه آثار منو عنوانش بگذارید وگ نیشت ورک، یعنی راه ها و نکارها. راه واژه است که در دوره دوم تفکر هایدگر به جای متد میشینه، به جای روش میشینه. خب دوستان میتوانن این راه رو به ویژه با توجه به این که در فرض کنید تائوئیسم و از شاید که بعضی از مکاتب شرقی هم راه یک نماد مهم هست، تصور کنند که چه فرقی با متد، با اون مفهوم متافیزیکی غربیش داره. من نمیدونم، البته عذرخواهی میکنم که واقعا اعتراف میکنم که نتونستم مطلب رو جمع کنم. امیدوارم در این فرصتی که در خدمت دوستان بودیم به هر حال نکاتی گفته باشم که قابل گفتن بوده باشم. متشکرم.